سازمان عفو بین الملل امروز گزارش داد گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در اقدامی بی سابقه به رژیم ایران هشدار دادند تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه دار این کشور در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان 1367 می تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود و اگر این تخلفات ادامه یابد تقاضای تحقیقات بین المللی خواهند کرد. دیانا طهاوی معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل گفت نامه کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل متحد به مقام های رژیم ایران در مورد کشتار 67 تحولی بزرگ و نقطه عطفی در 3 دهه مبارزه برای پایان دادن به این جنایات و دستیابی به حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی به شمار می آید. بینندگان عزیز، خبر مربوط به بیانیه امروز عفو بین الملل درباره قتل عام 67 و ورود سازمان ملل رو شنیدید. در همین مورد گفتگوی کوتاهی داریم با آقای علیرضا مدنچی. آقای مدنچی، با تشکر از فرصتی که دادید، من در رابطه با همین خبر عفو بین الملل 2 سوال دارم. حتما خبرهاش رو شنیدیم. اول اینکه چی شد که بعد از سالها پروسه قتل عام 67 به این نقطه رسید و سازمان ملل وارد شد؟ و سوال دوم هم اینه که اهمیت ورود سازمان ملل چی هست؟ خب بلافاصله بعد از قتل عام 67 در واقع مقاومت ایران کار پیگیری و دادخواهی خونه شهیدان رو شروع کرد، ولی خب این بعد از حدود 30 سال بود که سازمان ملل وارد این مسئله شد. اولین بار خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر فقید گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران این رو در گزارشش مطرح کرد و بعد از اون شاهد بودیم که این مسئله در گزارش دبیر کل ملل متحد هم بهش اشاره شد، قتل عام سال 67. اما این بار که 7 گزارشگر ویژه سازمان ملل وارد این مسئله شدند و همونطور که شما هم در خبر اشاره کردید در 13 شهریور ماه گذشته یک نامه خصوصی به رژیم نوشتند و خواستند که به این سوالات پاسخ بده، به سوالاتی که در مورد سرنوشت ناپدید شدگان هستش، چون رژیم تا به حال هیچ گونه خبری داده منتشر نکرده. مشخصا گزارشگران ویژه سازمان ملل از چند تا اسم مطرح کرده بودند، به رژیم دادند که سرنوشت اینها رو جویا شدند. رژیم اظهار بی اطلاعی کرده بود و این خودش داله بر این هستش که رژیم همچنان به پنهانکاری خودش ادامه میده. این گزارشگران ویژه شامل یکی گزارشگران ویژه اعدامهای فراقانونی و خودسرانه هستش، یکی گزارشگر ویژه حقوق آزادی اجتماعی و مدنی هست، گزارشگر ویژه درباره شکنجه هستش و سایر گزارشگرانی که نشون میده که بسیار این مسئله قتل عام سال 67 از وجوه مختلف مورد توجه بسیار گزارشگران ملل متحد قرار گرفته و خب این یک اقدام بی سابقه و یک تحول بسیار مهم هست در جنبش عظیم دادخواهی. اهمیت این قضیه اینه که به هر حال مسئله فراموش نشده و اگرچه مثلا این مرجع بین المللی خیلی دیر مثلا به این موضوع پرداخته، اما نشون دهنده اینه که همونطوری که به طور قانونی هم مسئله مثلا جنایت علیه بشریت مشمول حقوق زمان مرور زمان نمیشه، مسئله اینه که این قتل عام سال 67 یک جنایت ادامه دار هستش، به این معنی که اولا هیچ به اصطلاح اطلاعی از سرنوشت قربانیان به خانواده های اونها داده نشده و خانواده های اینها همچنان در استراب و بیمونگرانی به سر میبرند از اینکه هیچ اطلاعی از سرنوشت عزیزان خودشون ندارند، حتی مزارهاشون. علاوه بر این رژیم مزارها اینها رو تخریب میکنه. در همین گزارش گزارشگران ملل متحد اشاره شده به مواردی از تخریب مزارها در مشهد، در شیراز و در اهواز و خب رژیم این
بسیار در به منظور لاپوشونی جنایت خودش همچنان به این قضیه ادامه میده. یکی دیگر از دلایلی که این یک جنایت ادامه دار هست اینه که تمام دستندرکاران این جنایت بزرگ علیه بشریت همچنان مصدر کار هستند در رژیم، از وزیر دادگستری که یک جنایتکاری به نام علیرضا آبایی هست تا هیئت به اصطلاح اف که در واقع همون هیئت مرگ بودن که احکام اعدام رو صادر کردن، مثل پور محمدی، مثل نیری، مثل سایر کسای دیگه که همشون در واقع الان جزء مقامات بالای رژیم هستن. و خود این مسئله نشون میده که چقدر این مسئله همین الان هم مطرحه. در واقع رژیم با عدم پاسخگویی خودش به سوالات خانواده های قربانیان و به سوالات جامعه بین المللی و همچنین با نگه داشتن این عناصر جنایتکار در رأس مهمترین ارگان ها و پست های قضایی نشون میده که همچنان بر همون منوال داره عمل میکنه. اما این خب به سرانجام خودش رسیده. خود این مثلا سرفصلی که ما الان در حقوق در جنبش دادخواهی شاهدش هستیم نشون دهنده اینه که اون خونها همچنان میجوشه، اگرچه بعد از 32 سال دامن قاتلان و آمران و عاملان جنایت رو گرفته و اینها خاموشی ناپذیر هست و اینها رو تعقیب خواهد کرد تمام سردمداران رژیمی که مستقیم یا غیر مستقیم دست داشتن در این جنایت و اونها رو سرانجام به کیفر جنایتشون خواهد رسوند. بله، با تشکر از زمانی که گذاشتین و توضیحاتی که در مورد اهمیت این بیانیه عفو بین الملل از طرف سازمان ملل دادید. خیلی ممنون.